توی مانیتورش، توی LED پشتش می‌بینم. هدف من و همه عوامل پیشگویی اینه که در کنار شما به همراه میهمانمون سفر کوتاهی در زمان داشته باشیم. نمیدونم کدوم از شما فیلم اینترستلار از کریستوفر نولان رو دیده. تو این فیلم چند تا فضانورد از طریق یک سیاه چاله وارد یه سیاره عجیب و غریب میشن. از چه لحاظ عجیب و غریب؟ از این لحاظ که هر یک دقیقه در این سیاره معادل 7 سال زمان طبیعی در روی کره زمین هست. آدم که بهش فکر میکنه متعجب میشه. بعضی از سکانس‌های زندگی هم این شکلیه. سکانس‌های شاد به شدت سریع می‌گذرن و سکانس‌های غمگین به شدت دیر. تصور کنید به یه مهمونی رفتید، ساعت 9 رسیدین، همه فاکتورهای لذت بردن برای شما در اون مهمونی فراهمه. 5 دقیقه بعد ساعت رو نگاه می‌کنید، می‌بینید 2 پس از نیمه شب، صبح بعد برین سر کار، وقت خداحافظیه. حالا تصور کنید میرید دندونپزشکی برای اینکه دندون عقلتون رو بکشید. از زمانی که پزشک اون انبردست مخصوص رو برمیداره زمان متوقف میشه، هیچ جوری نمیگذره. بند بدنت باید درد بکشه تا اون زمان بگذره و تموم بشه. ما هدفمون اینجا اینه که کنار شما انقدر بهمون خوش بگذره که گذر زمان رو احساس نکنیم. با یه کیف شروع میکنیم، کیف شنیدن یک آهنگ جذاب از گروه دوست داشتنی داماهی. خوش اومدی رضا جان، خیلی خوش اومدی. به جنگ با
وطن زار من، برو تو کار من، بیافت به خوست تو علف زار من، سوپر سار من، سوپر سار من، بی جهت در نرو نرو، بر اون بر نرو نرو، سر بکش کوزه رو بشکن این روزه رو، بلا 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 به دوره که سیل تو میاد و تاغم و تاغم و بشوره، بکن با تو توی افکار من، محض آزار من، بگیر بشین وسط قار من، روی دستار من، بکار گلی پای دیوار من، روی آثار من، ببار به تاب به شب تار من، سوپر سار من، سوپر سار من، بشوره، بلا 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 بدوره، که سیل تو میاد و اتاقم و اتاقم و بشوره، اتاقم و بشوره، اتاقم و بشوره، احمد عباسیان، دارا دارایی، ابراهیم علوی، حمزه یگانه و من رضا پیلغانی گروه دمانی تشکیم. خوشحالیم اینجا این از دارا هم اینجا خیلی کردیم، خیلی خوش اومدید، خیلی خوش اومدید، لذت بخش بود. بسیار خوب. مدرسه ای بوده در اصفهان، نمیدونم کدوم منطقه، که یک نوجوانی اونجا تحصیل میکرده. برخلاف تصور امروز ما و شناختی که از امروز این نوجوان بزرگ شده داریم، بسیار آدم گوشه‌گیر و ساکت و به سختی میتونسته با دوستان دیگه در مدرسه معاشرت کنه و برای خودش دوست پیدا کنه و تقریبا هیچ دوستی در اون مدرسه نداشته. خودش هم از این موضوع خیلی خوشحال نبوده، ولی کاری نمیتونسته بکنه چون معاشرت با دیگران براش بسیار سخت بوده. تا اینکه یه روزی این مدرسه تصمیم میگیره یک مسابقه بسکتبال با یک مدرسه‌ای در منطقه دیگه برگزار کنه. میبینه بهترین فرصته برای اینکه خودش رو به دوستانش نشون بده و تصمیم میگیره با این گروه به این مسابقه بره. در تمام طول مسیر هیچ کس باش حرف نمیزده، خودش تصمیم میگیره با مزه‌بازی در بیاره و نزدیک کنه خودش رو به بقیه. شرایط بدتر میشه، لوستر میشه، تا اینکه میرسن به زمان خوردن ناهار پیش از مسابقه. میرن به یه اغذیه فروشی و یکی از بچه های اون گروه میره به صاحب اغذیه فروشی میگه که لطفاً به من 14 تا ساندویچ بدین برای بچه ها به حساب من.
این دوستمون برای که باز معاشرت کنه و یا بگه من باهوشتر از بقیه‌ام یا حواسم به همه چیز هست، میره میگه فلانی ما 15 نفریم، میگه شما خودت برای خودت بخر. و دیگه اون آب یخ آخری بوده که رو سرش ریخته میشه. ولی قصه به تلخی تموم نمیشه. اون 14 نفر دیگه که اون روز همراهی این نوجوان قصه ما بودن، امروز از دوستان صمیمیشن و همشون از هم خبر دارن و با هم معاشرت میکنن. میهمان امشب ما همون نوجوان اون روز، جناب آقای سروش صحت. خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. بفرمایید. خیلی ممنونم. افتخار دادین به ما. خیلی خوشحالم. خیلی هیجان زدم. سلام سلام. گروه داماهی سلام. رضا جان سلام. دارا سلام سلام سلام. چقدر خوشحالم که تو این برنامه گروه داماهی هم هستم. بله ما هم همینطور. خوش آمد گفتیم بهشون. خیلی خوشحالیم که در کنار شما هستیم. خیلی متشکرم. اونجا الکل هم هست، ماسکتون هم میتونید همونجا بذارید راحت بشه. به هاشف نزنید فقط. اگر میخواین سلامی با دوستان یا بینندگان محترم بکنید بفرمایید. سلام به شما و سلام به بیننده ها و سلام به شما. اصلا ناراحت شدم این خاطره هر رو گفتین. آره ولی چیزه، تازه یه ذره آب و تاب هم داره. برای اینکه این که گفتیم که لوس بازی در می آوردم واقعا همینه. دوست داشتم اون موقع، دوستانی داشتم ولی خیلی محدود بودن. بعد این عده جمع باحال مدرسه بودن و من میخواستم وارد باحالا بشم، ولی من الان که جذاب نیستم، اون موقع دیگه خیلی غیر جذابتر از الان بودم خیلی. و واقعا شوخی هایی هم که میکردم از مد افتاده و لوس و به درد نخور بود. و دقیقا خیلی خوب گفتیم که لحظه به لحظه بدتر میشد هر کاری میخواستم بکنم. تو ساندویچ پورچه دیگه اوجش بود، گفت 14 تا ساندویچ مهمون من. من اعتماد به نفس نداشتم، تونتون شدم مردم، گفتم 15 نفری. گفت که میدونم تو خودت حساب کن. چه نامردی کرد. خیلی سخت بود که باید خودم. ولی الان با ازشون خبر دارین؟ آره دوستای صمیمی هستیم. هر 14 تاشون؟ بله. همه در قید حیات و همه؟ بله. بسیار خوب. خیلی هم عالی. خدمت شما عرض کنم که ما اینجا میخواستم در مورد این خاطره بپرسم که خودتون لطف کردین و توضیحاتش رو دادین. ولی بپرسیم بازم. از این 14 نفر کسی همکارتون هست الان؟ نه ولی خیلی هاشون آدم های در حرفه خودشون بسیار موفقه. میدونی یه نکته داشت این قضیه. این قضیه یه نکته داشت که من بعدش فکر کردم چرا؟ یعنی مشکله چیه؟ و این خیلی میتونست به من کمک کنه. یکی این که سعی کردم دیگه خیلی بامزه بازی نخوام بشه. همین هفت کردم پشت صحنه ستیم. بله این فکر کنم مهمترین فاکتور. شما که بامزه هستین البته. خیلی بامزه. شوخی میکنیم. اینها هم از گذشته میاد و گذشته همیشه درسای مهمی برای ما داره. من میخوام ببینم شما وقتی کلمه گذشته رو میشنوید چه حسی دارید الان که به این سن رسیدید؟ من راستش رو بخواین مثلا وقتی جوان‌تر بودم گذشته اسمش میمد بیشتر غمگین میشدم تا الان، به خاطر اینکه خیلی زندگی رو شاید دوست دارم. همیشه گذشته یه حس تلخ، حیف که گذشت، چقدر زود گذشت و تموم شد، یه نوستالژی بر من داشت، یه غم دور افتادن. الان فهمیدم که چاره ای نیست دیگه، همینه که هست. یاسمین چون منم همیشه غمگین میکنه گذشت. آره الان بهش فکر میکنم یادش برام دلانگیزه، ولی میدونم که همینه که هست. چیکار باید کرد؟ حتی این چند سال انقدر داره سخت میگذره که آدم دیگه به گذشته فکر نکنه دلش تنگ شه. ولی من پس به چند سال پیش شما رسیدم که گذشته تا حدی غمگینم میکنم. شما هم 30 سال دیگه که همسن الان من بشین دیگه که. ولی راضی هستین از راهی که اومدین؟ بله بله بله. یعنی به نظر من آدم اگر
افتخار کنه به گذشته که اومده، به هر جایی که میرسه، هر جایی که ایستادی. افتخار نمیکنم، ولی منظور من از افتخار اینه که هر کاری کردی رو پای خودت کردی و با توانایی خودت این کارو انجام دادی. منظور من اینه، نه حالا افتخار به اون معنای واقعی کلمه. به نظر من هر آدم تو هر سنی هر جایی که ایستاده، اگر احساس کنه که هر جایی که هست با توانایی و تلاش خودش رسیده، موفقه. میگه من از من حیث المجموع از شرایط راضیم، خوشحالم، یعنی کارایی که میکنم و دوست دارم. بسیار خوب، این خودش موفقیت. اگر الان بخواین در تاریخ ایران، حالا یا جهان، ما خب برامون جذابتر ایران باشه، یک دوره تاریخی انتخاب کنید که تو اون دوره تاریخی زندگی کنید، غیر از حال، چون بعضیا میگن ما از حالمون راضی هستیم. یک دوره تاریخی از ایران انتخاب کنید که تو اون زندگی کنید، چه دوره‌ای رو انتخاب میکنید و چرا؟ یه فیلمی من چند وقت پیش دیدم که باعث شد که برای این سوال جوابم تغییر بکنه. قبلاً یه دوره‌هایی بود خیلی دلم می‌خواست که مثلا در زمان بتونم عقب برم، جلو برم اینا. یه فیلمی دیدم به اسم نیمه شب در پاریس، مال وودی آلن. بله بله بله. توی این فیلم قهرمان فیلم یه مقطعی که توی پاریس هنرمندا خیلی هستن، همشون، همینگوی هست، پیکاسو هست، نمیدونم مودلیانی هست اینا، و این آرزوشه که بره توی اون مقطع پاریس و شرایط جور میشه، یه نیمه شبی میره اونجا، میره میبینه که این هنرمندایی که اونجان همشون دلشون میخواسته مثلا 40-50 سال قبل، اون موقعی که گوگن و ونگوگ و تولوز لوترکینا هستن، اونا دلشون میخواسته تو اون مقطع باشن. میره تو اون مقطع میبینه اونا دلشون میخواست مثلا توی یونان قدیمتر وقتی که میکلانج اینا بودن توی روم، و اون مقطع یونان و روم رو میدیدن. حالا اونایی که مثلا میکلانج دوباره قبل‌تر رو میخواست ببینه. انگار آدم هر وقت هر جایی که هست باز فکر میکنه یه زمانی یه جای دیگه بهتر بود. بهتر بود. اینه که من الان اگر که شما اجازه بدید دلم میخواد که توی زمان حاضر باشم، پنجشنبه جمعه برم یه جایی برگردم، مثلا یه دفعه برم اولین پنجشنبه جمعه کجا میرید؟ اولین پنجشنبه غیر از بهش زهرا اولین پنجشنبه جمعه میرم سال 1332 ببینم اوضاع احوال چه جوری بود، کودتا و اینا. آره ببینم چی بود، چی شد، اینجوری شد، چه خبر بود. ولی خب خیلی جالب دیدم فیلم من شما بازی کردیم که تو هم حال و هوا بود. بله 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 بله. بسیار خوب، اگر بخوان یک رویداد تاریخی رو انتخاب کنید که دوست داشتید تو اون لحظه که داره رخ میده اونجا بوده باشید، چیزی مد نظرتون هست؟ یه ذره میشه فکر کنید؟ بله بله حتما میشه فکر کنید. رویداد زیاد دلم میخواست میبودم، خیلی چیزا کلن زیاده، خواهیم تاریخ و هر پنجشنبه جمعه میخواهیم بینیم. خب ولی برمیگشتم نمیموندم، یعنی زیاده خواهیم که حالا یه ذره امتحان کنم دوباره برمیگردم. ولی الان چون بالاخره شما هم اینجا، این آدم ناخودآگاه یاد فوتبالم میفته، من دلم میخواست که اون بازی آرژانتین و انگلیس بعد بازی میتونستم رخکن آرژانتین وقتی مارادونا با دست اون گل زده بود و رخکن انگلیس و اتاق داورا رو میدیدم. اتاق داوراش خیلی جذابه. اتاق داوراش وحشتیه. آره. توش به نظرم، چون بعد که اون بازی که آقای صحت میفرمایند بازی بوده که حالا احتمالاً آقایون بیشتر میدونن و انقدر دیگه معروفه که شاید خانوم هم اکثرا بدونن، بازی آرژانتین و انگلیس در جام جهانی 1986 که تقریبا بعد از استعمار انگلیس، استعمار آرژانتین توسط انگلیس هم بود، بازی به شدت سیاسی بود، به شدت حساس بود و مارادونا دو گل به انگلیس زد و بازی رو 2-1 بردن و یک گل رو هم با دست زد و یه گل هم نصف، یه گل هم که تقریبا همه انگلیس رو دریبل زد. من آقای جمشیدی جفتمون مارادونا دوست. بله بله. و اون گل با دست زده شد و داور ندید، نه داور دید نه کمک داور، هرچی هم که بازیکنان انگلیس اعتراض کردن داور شک نداشت که تصمیمش درسته. ولی هم رخکن آرژانتین دیدنیه، هم رخکن انگلیس بله. دیدنیه، هم حال و احوال اون داور خیلی باشه. می‌دونستیم الان داوره در چه حاله؟ نه ولی خب طبیعتاً زندگی اون آدما تحت شعاع قرار می‌گیره دیگه با اون اشتباهاتی که می‌کنن، چون فراتر از یه مسابقه فوتباله و
آره اون اتفاق جالبی منم دوستش داشتم. من که هر جا مارادونا بود دوست داشتم. شما اگه قرار بود چی انتخاب کنین چه واقعی تاریخی؟ راستش من هر کدوم از مهمونا که این سوالو میپرسم بهش فکر میکنم. خب بچه‌ها الان دارین قتولش میدین. من هم شاید دوست داشتم مثلا 8 آذر تو ملبورن بودم، گل خدا داد تو اون لحظه صعود تیم ملی به جام جهانی. فکر کردم به خاطر من گفتین 8 آذر تولدت. ای جانم پس من از ملبورن یه ذره میام خونه شما. من آقای سعدی یه کوچه با هم فاصله داریم از منزلمونم. بسیار هم عالی. ما یک سوال ثابت دیگه داریم اینجا از مهمونامون میپرسیم. برای من خیلی جالبه انتخابایی که میکنن، خیلی انتخابای عجیبیه که سر فرصت براتون میگم. ما به شما یک فرصت میدیم در خیالتون یک جمع 6 نفره داشته باشین. این جمع 6 نفره، یک نفر خود شما هستین، 5 نفر تمام کسانی که در طول تاریخ از مشاهیر یا غیر مشاهیر بجز خانوادتون که از بدو تولد تا به امروز میشناسید رو میتونید انتخاب کنید، با خودتون به یک میهمانی 6 نفره ببرید که از یک ثانیه تا یک عمر کیف کنید با هم تا هر وقت که بهتون خوش میگذره. اگر بخواید یک جمع 5 نفره در کنار خودتون داشته باشید، کیا رو انتخاب میکنید؟ ورزشکار، موزیسین، خواننده، هنرپیشه، سیاستمدار، نقاش، خطاط، هر چیزی که دوست دارید. میشه بیشتر فکر کنم بیشتر 5 تا باشه، بیشتر از 5 تا، یکی بعد سرپا بایسته چون اونجا 6 تا بیشتر خودم با میسم. من دو نفر بعد تو یه لیوان قطعا سعدی و حافظ انتخاب میکنم. سعدی و حافظ با هم؟ خب دو نفر هم یعنی چی با هم؟ آخه منو یاد یه مشاوره تو دوران دبیرستان یه چیزی درست کرده بودن که سعدی و حافظ دعواشون شده بود، این برای اون یه بیت میگه اون برای این یه بیت، بعد میگن به اونجا نرسه خیلی براش. ولی آخه خیلی جذابه که یکی قرن 7 یکی قرن 8 ولی خیلی با هم متفاوت بودن، هر دو هم مال شیراز عزیز. سعدی حافظ مولوی، بله، حضرت آدم. خیلی هم سوال دارم اینم واقعا، همه هم سوال داریم، من هم سوال هم میپرسم. سقراط و بابا بزرگ بابا بزرگم. شما 6 نفر رو دعوت میکنیم. بابا بزرگ بابا بزرگتون، پدر، پدر بزرگ، پدر پدر بزرگ، پدر بزرگ، 4 نسل قبل. آره میشه چه سالی؟ اصلا چون ببینه خیلی جالبه، این خیلی جالبه. شما من میدونم چقدر خانوادتون رو دوست دارین، پدرتون رو. بله بله. بعد پدر بزرگتون. بله. بعد پدر پدر. ولی از پدر بزرگ پدر بزرگتون هیچ چی نمیدونی. بله. غم انگیزه. من دارم میخواست برم مثلا تو دهمون چه جوری بیل میزده، چی کار میکرده. بیل که یه جور بیشتر نمیزده، چه های جوری دهمی چرخونه بیده. آدم دوست داره بیل همین، آدم دوست داره بیل زدن پدر بزرگ پدر بزرگ. این همه بنده خدا رو تو طول تاریخ بکشید خونتون بگی چجوری بیل میذاری، خیلی ناراحت میشه. و مادر بزرگ مادر بزرگ هم دوست داشتم ببینم. هفتا میشن ها. خب حالا این دوتا رو یکی حساب کنید، چجوری سعدی و حافظ یکی حساب کردین این دوتا رو. ببینم چی شد، چجوری با هم آشنا شدن. حضرت آدم و بسیارم عالی. سقراط و سعدی و حافظ و مولوی. با مزه است. ما داشتیم حالا سعدی و حافظ که هیچی، ما مثلا داشتیم هیتلر رو انتخاب کردم با گاندی. گفتم خب اما اول دعوا میشه، مهمونی تو خراب میشه. گفت نه میشونیم. هیتلر رو برای چی انتخاب کردن؟ گفت دوست دارم ازش سوال کنم. داشتیم. آدم غیر جذابی چه... نیست به نظرم. نه ولی چه سوالی داشتن از من؟ نپرسیدم دیگه ازش. شما الان خودت بیل زدن رو نمیگفتی، من نمیپرسیدم. به من چه مهمونی شماست؟ مادر بزرگ فقط معذب میشه چون گوشه داره بیل میزن. سعدی و حافظ نشستن اون رو تراسه، اون تو تراسه اصلا هم شد صندلی هم اندازه شد چون اون میره تو تراس داره گل و گیاه درست میکنه. بسیار هم عالی، بسیار خوب. مهمونی هم تو ده آب و اجدادی ماست، اونجا میگیریم. بله دیگه. اسمش هست سلطون نصیر. سلطون سلطان نصیر. سلطان نصیر میگن سلطان نصیر. یه دهیه، یه قصبه نزدیک نائین که
اصلیت من مال ناینه و دوباره اصلی تر میشیم مال ده سلطان نصیر. سلطان نصیر خیلی باحال و میشستیم سعدی، حافظ، سقراط قدم میزد. بسیار خوب. خدمت شما عرض کنم که اگر به 10 سال گذشته زندگیتون از سال 1390 تا الان که داریم با هم حرف میزنیم بخواین میانگین یک نمره بدین، به خودتون چه نمره میدین از 10؟ آخه یه ذره جوابم بده، چون که تازگی ها خیلی در آرزوها و خواسته هام کم شده تو شرایط مختلف. نمیگم الان، ببین الان وضع اقتصادی خب خیلی بده، فشار روی مردم واقعا زیاده، جهان پر از نابسامانیه، پر از مشکلات، کرونا که اومده قوز بالا قوز شده. اینا رو من خیلی مثل همه آدمای دیگه بابتش غمگینم، ناراحتم، ولی در زندگی فردی خودم رضایت دارم. اینه که نمره‌ای که میدم، اگر نمره جهانی میخواین یا نمره اجتماعی پایین میشه، ولی اگه برای یک شخصی که علارغم تمام مشکلات به صورت فردی قراره، اگه قراره بابا بزرگم باشم که داره یه گوشه بیلشو میزنه، نمرهه برای خودم میگم که بر من، یعنی چیزه، احساس کنم من به چیزایی بیشتر از اونی که حقم بوده رسیدم. عزیزم عجب جواب جالبی. آره منم همینطوری راجع به خودم فکر میکنم، واقعا خیلی بیشتر از چیزی که حقم بوده رسیدم و خدا رو برای شکر میکنم و برای همه هم آرزو میکنم. خیلی خیلی جواب تاثیرگذاری بود برای من چیزی که گفتین. پس نمره قبولی میدین به خودتون؟ اصلا بعضی که شاگرد اولی داره میشه یواشه. چه جالت داشته. شما جز آدمایی هستی که منم بخوام بهش نمره بدم حتما جز شاگرد اول این واقعا. قربون شما. یه سوال کاری هم میپرسم. شاگرد اول، نه اینکه من شاگرد اولم و یعنی میگم من قرار بوده اینجا باشم، اینی که بالاترم خودم احساس می‌کنم. بله. شاگرد اول‌های واقعی که میخوام یه سوال کاری ازتون بپرسم. از بین ساخته‌های تلویزیونیتون اگر بخواین یک دونه رو، میدونم همه‌شون رو دوست دارید، مثل بچه‌ها همه خواننده‌ها اینو میگن، موزیسین‌ها هم میگن، کارگردان هم تقریبا هر چیزی که ساختن پاشوای میستن و دوستش دارن، بگن آقا یک دونه رو می‌خوای انتخاب کنی که اصلا پیش خودت نگه داری برای همیشه، اون یه دونه چیه؟ آخه هیچ کدومو نمی‌خوام پیش خودم نگه دارم، چیکار اصلا کنم. یه دونه قراره بمونه بقیه رو. تلویزیون. خب الان شما اینجایی باید بگم پژمان دیگه. اتفاقا پشت صحنه همین حرفو زدیم، گفتم من یه چیز دیگه رو حد زدم شما انتخاب میکنید. چی حد زدید؟ من حد میخواین شما حدستون رو بگین من بگم همین بود یا نه؟ نه من قول میدم رو پزشکان رو حد زدم. آخه ببینید هر کدومشو به دلایلی مثل بچه‌ها. ولی من شمدونی رو خیلی دوست دارم که اتفاقا زمان پخشش مخاطب باشه ارتباط کمتری زد، بعدن مردم بیشتر دوستش تو باز پخشا. تو باز پخشا. ولی شمدونی خیلی حس و حال و جوی که بود برای من دلنگیز بود. خیلی ممنون. احتمالا دوستان موافقن. بله مرسی که جواب دادین و خیلی ممنونم. البته که پژمان جایگاه بوده. بله پژمان برای من که اتفاق بسیار فوق‌العاده‌ای بود و فراتر از چیزی که فکر میکردم بازخورد داشت در بین مردم و فکر میکنم از صداقت متن میومد و از صداقت که پشت صحنه متن عالی که پیمان و مهراب و قاسم خانی نوشته بودن. بله. همیشه ازتون تشکر کردم، اینجا مجدد تشکر میکنم که من رو برای نقش رضا در فیلم جهان با من به رقص انتخاب کردین و من حظ کامل بردم، چه از پشت صحنه اون فیلم چه از دیدن اون فیلم که باور کنید 15 بار حداقل من جهان با من به رقص رو دیدم و هر بار حس بار اول رو داشتم. من باید تشکر کنم. من از شما ممنونم و خیلی ممنون. خیلی شبیه خود شماست جهان با من به رقص به نظرم، لحاظ متن و حالی که به آدم القا میکنه و امیدوارم که همه فیلم های دیگه که میسازید
همینقدر گیرا و جذاب باشه که حتما هست. چیزی فیلم نمیخوان؟ بعدی اسمش هست مرتضا با من برقص کنشه. بسیار هم عالی. چیزی راجع به جهان با من برقص نمیخواین بگین؟ از تصورتون پیش از ساخت فیلم امیدوارم مرتضا با من برقصم با... مردم بیرم دوست داشته باشه. بعد کامبیز با من برقصه همینجور دارم چه بدتر میشه. موبایلتون عجیبتون نیفته؟ موبایلتون بد جایی گذاشته؟ خب آقای جمشیدی من الان که درباره موبایل ببینین من میشه یه لحظه وایسم؟ بله اشکال نداره. من فکر نمی کنم. این موبایل بود. بعد اینه، بعد این، بعد این کموده، بعد اینه، بعد این، بعد این، باورم نمیشه، بعد این، بعد ده کیلو از چیزی که نشون میدین که کمتره. بس ادامه ده. بعد چون قرار بود بیام اینجا کم تو جیبم که به وقت شلوارم بد وای نسته خدا بلا. شاهد 20 سال بود نیده بودم کسی اسکناس تو جیبش بذاره تو شما چی میذارین تو جیبتون؟ همه رو میپذیرم اون اسکناس آخه پس شما چی میذارین تو جیبتون؟ اسکناس؟ آخه یعنی چی پس پول اسکناس شما میذارین جیبتون؟ آخه پول رایج مملکت چیش عجیبی؟ الان که همه کارت دارن بعد یه کیف دارن از دخل میذارن کیف رو میذارن اسکناس خالی آخه من نمیخوام جیبم باد کنم میذاشیم عرق میکرد اصلا خیلی بد بود من کیف نمیذارم که جیبم باد نکنه. موفقید. بعد شما مثلا این برای بچه هایی که میان شیشه ماشینتون رو پاک میکنن برای اونا میذاری؟ خب بهشون چی میدین؟ خدا شاهده از همهشون میپرسم این بعد سر چهار را میگم آقای ساعت رو میشستیم پول داده تا نه شما چی کار میکنین؟ من یا میگم ندارم یا چیز دیگه تو ماشین داشته باشم میدم یا یادم میمونه دفعه بعد که اومدم براش بیارم. دفعه بعد اسکناس باید داشته میذارم بغل داشبورد ماشین تو جیبم چرا باید بذارم شما هیچ کدوم پول تو جیبتون کیا پول تو جیبشون الان از آقایون پول تو جیبشون پول بدون کیف بدون کیف به پولو میذارین تو جیب فقط مثل که شما نمیذاری پس من ندیدم فقط جیبه کسی نگاه نمی کنم اشتباه کردم بذارید راحت باشید رو گذاشتم اتفاقا دیدم چشم که پولا رو گرفت و سریع گذاشتن جیبه بسیار خوب اشتباه کردم حرفامو پس میگیرم ببخشید اونایی که میذارن از من دلخور نشن دل خدا من نمیذارم خدمت شما عرض کنم که خیلی ممنونم ما بخش گذشتمون رو با شما مرور کردیم از شما میخوایم که به رویاها و آرزوهاتون فکر کنید برای بخش آینده ما و یک بخش دیگه میبینن بینندگان عزیزمون و در بخش تازه ما راجع به آینده و آرزوهامون حرف میزنیم خیلی ممنونم صد سال پیش مسافرت رفتن اصلا تو برنامه ایرانی ها نبود جز برای زیارت یا تجارت که اونم دل شیر میخواست چرا؟ اول اینکه جاده چالو صد سال پیش هنوز ساخته نشده بود و از شمال رفتن و جوج زدن هم خبری نبود همین الان هم برنامه شمال که کنسل بشه خود به خود بیشتر سفرها کنسله دوم اینکه وسیله سفر شتر و الاغ بود که توی مسافت‌های طولانی اصلاً باهاشون خوش نمیگذشت به جز ایران کلن توی دنیا هم سفر رفتن کار خطرناکی به حساب میومد اون زمانا چیزی به اسم تعطیلات هم وجود نداشت و وقتی تعطیلاتی در کار نباشه سفر رفتن هم بیمزه میشه اما توی این 100 سال خیلی چیزا تغییر کرد اتومبیل‌های شخصی قطار اتوبوس هواپیما توسعه پیدا کردن و طی کردن مسافت‌های طولانی راحت‌تر و کوتاه‌تر شد. 100 سال پیش اگه به یه ایرانی میگفتین میتونی توی فقط یه ساعت از تهران به شیراز بری فکر می‌کرد دیوونه شدی. و اگه امروز به شما بگن در آینده مسافت‌های طولانی رو میشه در کمتر از یه ثانیه طی کرد، باور می‌کنید؟ تلپورت یا دورفرست کوانتومی قراره همین کارو بکنه. این دستگاه باید شما رو در مبدا تبدیل به انرژی کنه و در مقصد انرژی دریافتی به صورت امواج نوری رو مجدداً و عیناً به خودتون تبدیل کنه. اینطوری شما بدون طی کردن فاصله فیزیکی بین مبدا و مقصد این مسیر رو رفتین. درست همونطوری که امواج رادیویی و تلویزیونی منتقل میشن. باحاله نه؟
خلاصه که سفر رفتن توی آینده قرار خیلی جذابتر و سریعتر بشه. مقاصدمونم توی آینده با امروز متفاوته. اقامت در هتل‌های زیرآبی و سفر به ماه و مریخ با دستگاه تلپورت یا دورفرست کوانتومی. شاید دیروز حتی سفر در زمان هم امکان پذیر شد و این یعنی رسیدن به دست نیافتنی ترین رویای بشر. فکر میکنید غیر ممکنه؟ 100 سال پیش هم درباره امروز همینطوری فکر میکرد. بسیار خوب، به بخش آینده ما خوش آمدید آقای صحت، دوستان عزیز و بینندگان محترم. همینطور که میبینید دکور ما هم عوض میشه، فضامون عوض میشه و تو یک موقعیت جدید میخوایم کنار شما رویاها و آرزوهاتون رو ازتون بپرسیم و مروری کنیم به آرزوهایی که شما در سر دارید حداقل در 10-20 سال آینده. اونجا بخش گذشته بود. بله، حال گذشته و حال. حال همینی که الان هستیم ما هم همیشه جاریه، براش هزینه نکردیم. خدمت شما عرض کنم که ما دوست داریم از آرزوهای شما بشنویم، از رویاهایی که دارین و چیزهایی که فکر میکنین هنوز بهش نرسیدید و میخواید برسید. الان بگم؟ بله بله. من پارسال تصمیم گرفتم، گفتم دیگه خب سن و سالم زیاد شده، دارم به مرگ نزدیک میشم، بشینم 10 آرزویی که دارم رو بنویسم، 10 آرزویی که قابل رسیدنه. حالا مثلا آرزوی عجیب غریبی که مثلا بخوام قهرمان 200 متر دنیا بشم که نمیشه، که این چه آرزوییه. آرزویی که حس میکنم میشه بهش برسم و بنویسم، یواش یواش تو این چند سال باقی مانده تیک بزنم دم مرگ، بگم که خب من به آرزوام رسیدم. پژمان جان واقعا 3-4 بیشتر نتونستم بنویسم. این 3-4 هم خیلی چیزای ساده ای بود. مثلا یکیشو که تا 1,000,000 بار گفتم اصلا دیگه باعث شده همه جا مسخرم کنن، اینکه تایپ کردن رو به عنوان یه نویسنده تایپ کردن یاد بگیرم. این آرزو نیست، میتونی بری کلاس یاد بگیری. خب وقتی نمیرم آرزو دیگه. خب دومیش گفتین 4 تا؟ آره 3-4 تا دور زن داری؟ یکیش این بود که تایپ کردن یاد بگیرم، یکیش این که کار با موبایل رو خوب یاد بگیرم. چه همه امکاناتی داره که من بلد نیستم. این اصلا آرزو شده برام که بتونم خوب ببینم چی به چیه اینا، چیزایی گنده. آها، خیلی دلم میخواد قبل از مرگم یه رمان بنویسم. حالا بیشتر شد بهتر، ولی خیلی دلم میخواد. خیلی آرزوه. ما هم خوشحال میشیم این اتفاق بیفته. کاری هم براش کردین؟ یعنی طرحی هم دارین؟ ایده ای هم دارین براش؟ اگه کاری کرده بودم که راه افتاده بود. آرزو اینکه بنویسین با اینکه یه ایده ای براش داشته باشین. نه، همیشه یه چیزایی تو ذهنم هست ولی خب هیچ وقت چیزی ننوشتم. بعد یه سری آرزو هم دارم که خب شدنی نیست ولی خیلی دلم میخواد. آهان، یکی دیگه از آرزوام هم یادم اومد. یکی دیگه از آرزوام این بود که سعی کنم فکر بکنم، حرف بزنم و خودم رو برای نترسیدن از مرگ آماده بکنم. یعنی میترسین از مرگ؟ دور از جونتون شده؟ بله هزار سال. بله 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 بله. ولی واقعیت چند تا بله گفتم، معلومه خیلی میترسم. گفتم میترسین از مرگ؟ گفتم بله 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 بله. یه سری آرزوهایی هست که من فکر کنم همه دارن اینا رو، بر همین نمیگم. نمیدونم، سلامتی، رفاه برای مردم، اینا دیگه چیزاییه که خب معلومه که اینا آرزوی هممون هست. نشاط، شادی، آرزو شخصیتون. آره، ولی دو تا آرزو دارم که واقعا اینا اصلی ترین آرزوامه. دو تا آرزوی کوچیک. دو تا هیچ کدومش هم این 4 تا آرزوی خیلی شخصی و خیلی مهم قابل تحقق نیست. چیه؟ اون دوتایی که نمیخواین از بزرگا شروع کنم؟ از کوچیکا شروع کنید، هیجان اون بزرگا برای اون حفظ میشه دیگه. یکی دلم میخواست که یه رفیقم یه چیزم گفت که آقا تو هر جا میخوایی بری من میام برات رانندگی میکنم، تو دراز بکش، جا پارکم با من. خب آرزوی بعدی
آرزو بعدیم این که چون آدم تنبلیم هر وقت مثلا دراز کشیده بودم یکی هم مشغول ماساژ بود. رفیقه چقدر کار داره وقتا. من بعد ماشین رو پارک کنم یه ماساژ. اون رفیق نیست دیگه. آخه چون پولم نمیخوام بدم. نه این که خصیص. تو عالم رفاقت پول نه. اون معلوم نیترسم اون دوتا رو دیگه بپرسم دوتا گنده رو. اون دوتا اصلا. این ماساژ تمومش کنیم. اون دوتا اصلا شدنی نیست. اصلا شدنی نیست. چیزه در این جهان قابل تحقق نیست. یکی که بدون هیچ سعی و تلاشی 4 زبان یاد بگیرم. بله خب 3 تا چرا اینجوری نگاه میکنم 2 تا یه دونه و یکی این که بدون ورزش کردن از تمام مزایای ورزش کردن بهره‌مند بشم. تو همش تنبلی خیلی خیلی تنبلم خیلی تنبلم نیستین شما مثلا همش سر کار بشینم ماساژ رو بگیرم و همه اتفاقات رخ بده سای صد آرزوشه یکی براش رانندگی کنه یکی ماساژش بده یکی زبان بهش یاد بده بر رفیقش هم باشن بر رفیقش هم باشن قبلا ما بهش گفتیم نوکر اختیار دارین اختیار دارین من بعضیش رو میتونم تقبل کنم اختیار دارین ارادت بسیار خوب اگر الان بخواین به آینده برین یا یه سفری به آینده داشته باشین مثل همون فیلمی که تعریف کردید از وودی آلن حالا به شما این امکان رو میدن که اون البته میرفت به گذشته بله بله مثل اون فیلمی که دیدین منظورم اینه که به شما این امکان رو میدن حالا به آینده سفر کنید و به شما میگن میتونید یک چیز رو با خودتون بیارید غیر از خانواده یه چیز غیر از خانواده یک چیز یا یک کس غیر از خانواده من میخواستم یک جمع رو انتخاب کنم اونجا که مهمونی ما رو خراب کردین دوتا اضافه دفعه کردین آقا یه چیز برداریم میخواستم بگم رفیقامو با خودم میبرم با این کارهایی که شما داریم باید رفیقاتون یه دونه که کافی نیست کی پار کنه کی ماساژ رو کی پار کنه کی ماساژ رو آره اونی که داشت رانندگی میکرد چون جا پارک هم بد و بدتر میشد آیندم شلوغتره هوا هم باید پار کنه تو هوا بسیار خوب یک چیز تو هوا باید پار کرد آیدتانی که تا 100 سال دیگه رو هوا هست با این دیگه جا نیست میگه من یه دقیقه میرم بالا پاشون پاک میکنم میام یه چیز فقط یک چیز اگر باشه فقط یک چیز ببرم فکر میکنم آره دیگه اگر قرار باشه فقط یک چیز ببرم حتما یا یه لپتاپ میبرم یا یه موبایل فکر میکنم اونجا به کارتون میاد اونجا دیگه با همه اون میخندم به تو مثل میبینی که مثلا یکی از 50 سال قبل بیاد این تلفن ها بیاره اینه که اینجا میگرفتن نه دیگه اینجا. اون چیز اون تخ موقع عزیقه از قیمتی شده میدم به نظرم شما که داری اونو میفروشی یه آدم فضایی هم بیاد ماساژت بده پارکم بکنه ولی برای اینکه بتونم ارتباط داشته باشم دیگه ارتباط هم حفظ بشه سیاهی فکر میکنید آنتنای اون موقع مثل الان و اینقدر خوش آنتنا قوی تره دیگه آره سیستم ولی شاید عوض شد. حالا اصلا حداقل عکس توش داری میتونی عکس ها رو نگاه کنی. عکسی موزیکی دارم. متن دارم میشه بخونم. آره. پیغام های قدیمی رو میتونم بخونم. اشکی بریزم. عالیه. فکر میکنید تو اون زمانی که میرید تو 100 سال آینده یا 200 سال آینده مردمی که اونجا هستن در مورد نسل ما، تاریخ ما، زندگی که ما کردیم چی میگن؟ من فکر کنم همون چیزی که ما درباره گذشته ها میگیم به یه دلایلی میگن چقدر زندگیشون بهتر از ما بوده مثلا همون که مجبور نبودن بیان تو هوا پارک کنن رو زمین پارک میکردن ماشیناشون رو مجبور نبود ربات بیاد ماساژشون بده رفیقشون میمد ماساژشون میداد خب نبوده که اینا جز آرزوهاتون بوده آره دیگه نه اونا میگن که اون دوره شما علکی مثل... میگی من یه رفیقی داشتم ماساژم میدم اونا میگن نه بالاخره یه عده هستن که رفیقشون یه ماساژی میده دیگه از یه جهتایی هم میگن که چقدر تفلکی بودن اون موقع احتمالاً خیلی از بیماری ها و مصائب و مشکلات کمتر شده قطعا بیماری و مصائب مشکلات دیگری جانشین شده ولی اینا نیست طول عمر بیشتر شده
احتمالاً رفاه بیشتر شده، شاید گرونی ها حل شده باشه، ارزون نمیدونم. من فکر کنم تو هر دوره یه خوبی های یه بدی هایی هست که آدم ها میتونن بهش فکر کنن. فقط به این چیزا فکر میکنن. بسیار خوب. اگر بخواین برای یک جهانی در آینده، یک جهان آرمانی ایدئال، نه فقط کشور خودمون، یک قانون وضع کنید، اون قانون چیه؟ کمی فکر. بله حتما. یک، چرا همه چیتون یه دونه است؟ 5 تا بود 7ش کردین. الان دیگه میگیم یه دونه که دیگه بدونی حتما باید یه دونه. یه چیز با خودت به مادر بزرگم نمودی. بنده خدا رو تو اون حال. من میگفتم که هر آدم خطاکاری اگر نادمه بخشیده بشه. قلباً نادمه بخشیده. اگر متنبه شده بخشیده بشه. خیلی عالی. تشخیصش ولی سخته دیگه. خب دیگه قراره 100 سال بعد دستگاه رو واسه می‌کردم می‌دیدم واقعا پشیمونم. بوق می‌زنه یه دروغ میگه. ادامش کن. خیلی خب. چون راجع به گناه هم حرف زدین، ما همیشه میگیم در برنامه‌مون که با توجه به اینکه همه ما یه گذشته‌ای داشتیم که ترکیبی از رنج و خوشی بوده، اما عدالت مفهومی نداره. یعنی شما درک عدالت برای همه ما کار سختیه، به خاطر اینکه یه قانون ریاضی نیست که مثل 2 تا 4 تا بتونیم درکش کنیم. عدالت ناشناخته است و برای همه ماها درکش بسیار مشکله. منظورم عدالت طبیعته، کاری که طبیعت با ما میکنه. ما میخوایم پیرو اون با شما یک بازی بکنیم و براتون توضیح میدم روی دیوار. دوستانم میتونن ببینن. ما اینجا 30 عدد داریم. 30 عدد داریم که پشت هر کدوم از این عدد یک تقدیر هست. از بین این 30 عدد جناب آقای صحت میتونن 10 تا از اونها رو انتخاب کنن که به صورت کاملا اتفاقی باز میشه. من هم از اونها بیخبرم. این 10 اتفاق و این 10 تقدیر و این 10 رویداد و 10 سرنوشت رو میتونید در 10 سال آینده زندگیتون بچینید. تنها کاری که آقای صحت میتونن برای این 10 سال آینده زندگیشون در این بازی ما بکنن اینه که تدوینش با خود شماست. آها. یعنی سالها رو میتونید انتخاب کنید، حتی میتونید عوض کنید. یعنی اگه دیدید که دوست ندارید این سرنوشت اون سال باشه، عوضش کنید. چه هیجان انگیز. به نظرم برای منم جذابه، چون منم نمیدونم. آماده این دوستان؟ بریم. عدد اول. 1. عدد 1. اولین انتخاب آقای صحت. به خاطر یک دعوای خیابونی 1 سال میری زندان. سالها رو بیارین لطفا. خب آهان همین الان با انتخاب کنم. بله سالها رو انتخاب کنین ولی بعد میتونید عوضش کنید اگر دوست داشتید. بعد میتونم عوضش کنم. 1410. به نظر منم اعصاب شما تا اون موقع قطعا اینجا نمیرسی که تو خیابون. دعوا کردین تو خیابون تا حالا؟ چون قطعا و بیشک کتک خواهم خورد، سعی میکنم تو موقعیت قرار نگیرم. میگم ببخشید اشتباه کردم و چون قلبا نادمم ولی به کسی نگید، مورد عفو قرار بگیره. این قانونیه که ولی من باور کنید 3 سال دوران راهنمایی رو از سرس یه بچه‌ای که بی دلیل می‌خواست منو بزنه. من نمیدونم چرا اصلا دوست داشت منو کتک بزنه، انگار نظر داشت. شما فکر می‌کنید من چرا این قانون رو گذاشتم؟ برای اینکه هر وقت اشتباه کردم بگم ببخشید. عالی بود. عدد دوم آقای صحت. 2. همه دوستانت تر در ماساژ به این رفت، پارک ماشین کی پارک کنه؟ میخواستم ببرم با خودم اصلا. اصلا چی شد؟ از این دستگاه ها بگیرین، به خدا اینجوری میکشن خودشون. اونو میذارم 1440. اصلا نمیخوام باشم دیگه. تقدیره. نمیشه کاریش کرد. برای همین میگم عدالت معنی نداره. 1401. 1401
که وقت برای جبران باشه. آفرین. اگه گفتین چرا اونو 10 انتخاب کردم؟ تا اون موقع اگه مرده باشم دیگه به زندان نکشم. دور از جونت. عدد سوم آقای صحت. نباید پشت سرم انتخاب میکنم. هرچی بخوایی میتونی انتخاب. من تا سی میرم. سه. یه میدون تو اصفهان به نامت میکنن به خاطر اصالت آقای صحت. به نظرم حق به شماست. به خدا حق به شماست. اینو که حتما به چیزه جزء انسانایی هستید که اصالتتون رو میدونن و به نظر تاثیر میذاره. آخه این معلومه که این اتفاق نباید بیفته. اصلا ما انتخاب نکردیم که این برای شما اتفاق افتاد. ما الان باید به شما ایراد بگیریم. این چه سرنوشتی؟ آره من میگم این کارو نکنین لطفا. شما قرارش بدین بعد آخرش میتونیم جابجا کنیم. من میذارمش بعدن جابجاش میکنم. میذارم بعد این زندانه که دیگه دلیلی نداشته باشه این میدون رو به نام. به دعوای خیابانی رو برین 1409. آره. میگه که دلیلی نداشته باشه. من زدم یه زندانی رو میگم به میدون به نامش. شاید میدون زندانه رو به نامتون کنن. بسیار خوب. عدد بعدی. 4. واقعا داری میگی؟ عدد 4. به به برای همون رمانی که آرزوشو داریم بنویسیم نوبل میگیرم. ولی برای کسی که نوبل داره بعد یکی رو بزنه. اینو میارم 1401. اون اصلا دوستان میگه اصلا مهم نیستن. خب الان میخواین جا به جا کنین؟ نه 1402 میذارم که دوستان بگن که بابا ما چرا تردش کردیم. و اتفاقا چون اونا تردتون کردن تمرکزتون رو کارتون بیشتر شد. بذار برن. نه میان بر میگردن میگن بابا خب میان دوباره همین دعوای خیابونی و همین کاری که قبلا زندان و میدون به نام کردن و عدد بعدی 5. هیچ عدد مورد علاقه ای ندارین شما زندگیتون؟ الان نگینا تو ذهنتون میگم میتونم انتخاب کنم. یک سال هر شب کابوس میبینی، یعنی یه مریضی که دور از جونتون هر شب کابوس میبینی. من اینو بگم ما اینجا اینها به صورت اتفاقی باز میشه. 200 تا سرنوشت هست که هر دفعه برای هر میهمان 30 تاش رو قرار میدیم با توجه به حرفه و خصوصیات اخلاقیش. آرزوی ما برای میهمانامون اینه که اتفاقای خوب براشون بیفته، اونایی که خوبه، اونایی که بعده فقط یک بازیه و اینکه همه ما باید در زندگیمون آماده باشیم برای مبارزه و برخورد با اتفاقات بدی که در طول زندگی سر راهمون قرار میگیره. اینو میذارمش 1408. بعدش بگم رفتم زندان دیگه تعبیر شد از شرش. اصلا میتونیم بگیم من انقدر کابوستم عصبی شدم زدم یکی و بعدم این زندان میدونه رو به نامتون کنم. میدونه داش سروش صحت. 6. خب پس عددی ندارن که دوست داشته باشن. منفورترین آدم زندگیت خیلی بیشتر از تو موفق میشه. فکر نمیکنم داشته باشه. آره اینه که برام سالش فرقی نداره چون ناراحت نمیشم. ناراحت نشم. آدم منفور دارین تو زندگی؟ نه واقعا واقعا ندارین؟ کسی که ازش متنفر باشه حتی تو آدمای شناخته شده جهان؟ راستشو بگم راستش نه متاسفانه. دلم میخواست خیلی هم بهم میگن این ایراد بزرگی، دلایل خوبی هم برام میارن ولی نه. نه منم به نظرم دلایلشون بیمورده، هیچ دلیلی نمیتونه داشته باشه. آخه چون اگه یه آدمی داره یک کار خیلی اشتباه انجام میده یا داره اشتباه فکر میکنه یا تو شرایط اشتباهی، کی دلش میخواد اشتباه کنه؟ کی دلش میخواد بدی بکنه؟ آره آخه بعضی از اشتباهات تو سرنوشت همه ما تاثیر میذاره. آره ولی اون آدمی که تبدیل به نفرت آره ولی اون آدمی که داره اونو مرتکب میشه تو بستر نامناسبی قرار داره. شاید. یا تربیت بله. یعنی بله. من مثل شما منم هر چی فکر کنم کسی یادم نمیاد. هر جای دوست داشتین بذار من قبل نکام. نه هر جو عددش برام فرقی نداره. آخه دیگه بعد نوبل دیگه چی میتونه بگیره که از شما موفق تر باشه؟ شاید دو تا نوبل هم که کسی نمیده. یه نوبل میگیره یه دونه رفیقی هم که ماساژش میده داره. پس همونجا خوبه. پس 1403. بسیار خوب. برگردیم سر اعداد. رسیدیم به 1 2 3 4 5 6. هوب 8. عدد 8. 7 چون هوب بود رد کردیم. رد کردیم دیگه.
50 میلیارد تومان بچه‌ها این؟ بله 50 میلیارد تومان پول باده آورده میرسی. چقدر باحال. خیلی حال میده. چقدر باحال. اینو بینه 401 1401 الان سریال بود میرفتم یه سوپر میگفت ببخشید من کیفو پیدا کردم اگر باشه بدید به صاحبش. اومد یه موسیقی هم روش میذاشتن. آره 50 میلیارد پول باد آورده. آره یه میلیون دلار هم که سال بعدش میگیرم. نوبل یه میلیون دلار میدن. نزدیک یه میلیون دلار. آره میرین از محل ما نه؟ ما قبل از اینکه با هم هم محل بشیم چقدر همو بیشتر میدیدیم. بعد وقتی که شما اومدیم توی یه محل من چقدر خوشحال بودم. هیچ وقتی همو ندیدیم. کارمون زیاد شد. چقدر زندگی عجیبه. واقعا. من میگم دوباره برین از خونه بیشتر همون. شما داریم میریم با این وضعیت که من میبینم که یه 50 میلیارد دارم یه 1 میلیون دلار دارم. خب پس همه دوستاتون تردتون میکنن میره. اشتباه میکنن با این پولی که من دارم اشتباه میکنن. من به نظرم اینو بذارین 401 چی گذاشتین؟ 50 نمیخواین زود برسین بهش ها؟ بذارین آخر کار چیزش میکنیم درستش میکنیم. بسیار خب عدد بعدی؟ عدد 10. عدد 10 شماره مارادونا هم بوده و بله نوابق فوتبال هست. چطوری میشه آخه شما نماد سرف کرد؟ درست میشه درستش یه دونه اتفاق خوب میذاریم تنگش. بله بله اشکالی نداره. 1405 آخر کار درستش. بسیار خب برگردیم سر اعداد. 20 که همیشه نمره من و شما توی دبیرستان بوده. 20 به به آشتی کردن. بله تا به پول رسیدی برگشتن. ناکسا الان داره خیلی قصهش خوب میشه. آره داره خوب میشه. بریم اینو مثلا بذاریم 6 1406. میخواین آخری رو دوستان انتخاب کنم براتون یا نه؟ بله چرا که نه. یه تقدیر خیلی تقدیر میشه اگر میتونید حرفاتون رو یکاسه کنید یه عدد بگید اگر نه که یه عدد بلند بگید. یه خانوم بگن. یه لحظه آقایون یه لحظه ساکت لطفا. مرسی. خانوم ها یه دونه عدد بگید. 17 بچه اگه میشنوید به من بگید. 12 دوست دارین 12 رو؟ فرق نداره هر وقت خوبه. 12 قشنگ معلومه یه خانم این تقدیر رو نوشته براتون. این خیلی هم به لب و ابرو اینای من جوره. من بگم شما کجا میتونید این کارو بکنید؟ کجا؟ با جوراب و ساعت. چون ساعت همه رنگ جوراب و همه رنگ ساعت دارن خونه شد. برای من فکر میکنم که یعنی برای عینک هیچ امیدی نیست. یعنی تا اینجاتون رو بیشتر نشون نمیدن. تا اینجاتون فقط جورا. چرا عینک اینقدر کثیف؟ عینکتون چون استفاده نمی کنید دیگه؟ من استفاده میکنم برای مطالعهشون. چشمم برای نزدیک آن دوربینید یا اونی که نزدیکه رو نمیبینم نمیدونم دوربینه. آره، یا نزدیک میشه دوربین دیگه نزدیکی و چی میشه. بسیار خب این الان بشینیم و درستش کنیم. بچه ها بزنید تو 1407. مرسی. حالا خب. میتونید قصه زندگیتون رو برای 10 سال ما به شما وقت میدیم که بله من سال اول هر شب کابوس میبینم. یک سال هر شب کابوس میبینی میاد 1401. بعد میفتم زندان. بعد همه بعد میشم منفورترین نماد سرفکندگی ملی میشم. بله نماد سرفکندگی ملی 1403. همه دوستام تردم میکنن. 1404. بعد تو اون زندانه و این تنهایی رمانه رو مینویسم و نوبل رو میگیرم. بسیار خب برای اولین رمان نوبل میگیری؟ نوبل رو میگیرم با اون 1 میلیون دلاره که فرمودین. نوبل رو که گرفتم
به نظر من الان باید یه میدون تو اصفهان به نامتون کنم. نه آقا نوبل نه. یه ذره بزنین بگذره، بزنین اینقدر سری که چهرداری ما که دیدی جمع گیریم تا یارو یه چیزی میشه همون موقع بعد دیگه یادم میره شرط نامه هاش بره امضا رو بگیرن بخوان کاریو بکنن سه سوت نخوان هیچ این طول میکشه به این سرعت نیست میگن به این این تا دو روز پیش زندان بود به این سرعت. یه سری توضیح بدین نوبل چی بوده که چی گرفته نوبل از کجا؟ الان وقتشه که اون 50 میلیون دلار هم بگیرم. 50 میلیون تومنه، 50 میلیارد تومن پول باده آورده میاد 1406. آره حالا که اینقدر وضع خوب شده به صنعت مدلینگ اصلا یه برندی به نام خودتون میزنه خودتون مدلینگ و حالا دیگه نامه ها اومده از شورای شهر میدان به نام میشه وحبا 1408 در همون سلطان نصیر خودمون تو همون ده سلطان مست میدون داره مگه؟ بله چه ده یه میدونه خیلی هم دلم میخواد اون میدون کوچیکش بله به نام چقدر دوست دارم بیام اونجا با یه دونه مثلا چهارپا دور اون میدونه بزنم کیف کنم اصلا بله نخوری به میدونه ساعت و حالا دیگه چیا مونده؟ منفورترین آدم زندگی تو موفق از شما موفق تر میشه اون که اصلا بشه من به نظرم اونو بزنی 1409 1400 برای اینکه بهش بگی اصلا برای مهم نیست با دوستاتون بری صفحه چشم باحال نیست؟ خیلی خوب شد پس 1401 هر شب کابوس میبینیم بعد میایین تو 1402 انقدر اعصابتون خراب شده سر اون مریضی که داشتین یکی رو تو خیابون میبینیم میزنیم میبرن تو زندان میشید نماد سرفکندگی ملی و همه دوستاتون هم تردد چقدر دوستای اخلاق گرایی داشتید همه رفتن ماساژور هم تمام ایشکی ماشین دوبله زندان میگه ماشین نمیخواین که اونجا همونجا میبرن تو ماشینه که زندان دادگاه زندان دادگاه بعد میاین از زندان بیرون چون دوستاتون هم دیگه نیستن تمرکز میکنید رو کارتون بله. اولین رمانتون رو مینویسین و تو همون اولین رمان نوبل رو میگیرین برای اولی هم خیلی جالبه برای یه رمان تا به کسی رمان نوبل ندادن بعد میاین 50 میلیارد پول پیدا میکنین پس نمیدین کیف میکنین باهاش بعد دیگه برند برای خودتون میزنید صنعت مدلینگ وارد میشین برای اینکه خب دوست نداشین کسی دیگه رو بیارین خودتون کاراشو میکنین بعد دیگه نامه ها میاد و یه میدون به نام آقای صحت در سلطان نصیر میزنن سلطان بله. نصیر بله. تأسیس میشه بعد منفورتر تو همین هنگ که همه چی خوب بود و داشت خوش میگذشه منفورترین آدم زندگیشون از آقای صحت موفق تر میشن منم با رفیقان میرم سفر میگه اصلا برای مهم نیست میرم سفر با دوستان اینکه گفتیم هیچ کی تالا با یه رمان نوبل نگرفته میدونستین چرچیل نوبل ادبیات گرفته جالبه چه خیلی جالبه آره تاریخ هم نوشته ولی گفتن این ارزش ادبی داره چند جلدی البته ولی یه کتابه و بهش نوبل ادبیات دادن حالا خوبه اشتباه گفته باشم این هم دارم با آب ولی تو ذهنم این جوریه منم آره. یکی دو تا شعر شنیدم راجع به شاههای قدیمی ایران بوده منسوب به اوناست راجع چی بوده شعر گفته بودن یه چند تا از چرچیل آقا دارین میگین چرچیل کتاب نوشته میگم چند تا از شاههای ما هم شعر گفته بودن نه کیه کیه در میزنه من دلم میلرزه خدا شده میگن مثلا برای یکی از شاهها پادشاهای قدیم بود بله برای چرچیل میگم تو ذهنم فکر کنم اشتباه نکنم که نوبل ادبیات گرفته برای همون کتابی که نوشته درباره تاریخ جنگم هست حالا خاطراتش اشتباه کردم ببخش اون دیگه خاطراتش بوده خیلی کار عجیبی نکرد ولی بسیار خوب خیلی عالی بود خیلی عالی بود. چیدمانش هم درست شد. آره. اون خیلی حالش گرفته شد. اون منفورترینه. منفورترینه. رفتین سفر. بسیارم عالی. ما در بخش پایانی آیندهمون از شما یک خواهشی داریم. تصور کنید تنها چیزی که در جهان در 200 سال آینده از تاریخ فعلی که ما داریم توی زندگی میکنیم میمونه یک صدا از شماست. دو تا باز میخوایم باشه قبل از چون میدونستم دوباره این دونه یک من زیاده خواهم نیستم خیلی نه اصلا هرچی میگفتین دو یک صدا از شما تنها دو صدا از شما دو صدا میخواین این صداتون تغییر بدین همه رو یک کاسه کنیم یه ذره مکس میکنم خب بسیار خوب
از شما یک ستا میشه دو صدا از شما میمونه در طول تاریخ که 200 سال آینده انسان 200 سال آینده تنها چیزی که از تاریخ فعلی ما پیدا میکنه و به دست میاره یک صدا از جناب آقای سروش صحته. اون جمله‌ای که میخواین در اون صدا، در اون صدایی که از شما ضبط شده بگین چیه؟ قبل از که اینو بگم، هرچی هم دارم اطلاعات میدم نمیدونم درسته نه، همش دارم به حافظه رجوع کنم، مثل چرچیلی که گفتم، میگن نمیدونم درسته نه، ولی میگن که یه فضاپیمایی خارج از جو هست که دائم داره سمفونی شماره 9 بتهوون رو، این صدا رو در فضا پخش میکنه، که اگر موجود هوشمندی تونست صدا رو بگیره به عنوان یک نمادی، آوایی که از زمین اومده، نمیدونم درسته نه، اینو شنیدم، ولی به هر حال اگر درسته که خیلی جالبه و اگر اشتباس تعبیر دلانگیزیه که خیلی. از طرف زمین خیلی. به دقیقا سینمایش اینجوریه که تصور کنید همون فضاپیما روی کره زمین هست و از تاریخ ما تنها چیزی که به دست آورده فکر کنید هیچ فیلم و موسیقی و نقاشی و خطاطی و هیچ چیزی نمونده، یک صدا از آقای صحت مونده که قراره پخش برای تمام مردم جهان 200 سال آینده. من پیام خودمو میدونم چیه و بعدش هم یه بیت از سعدیه. بسیار خوب. پیام خودم اینه که آهای ما هم یه روزی زنده بودیم، شما که زنده این زندگی کنید، خیلی خوش بگذرونید و سعی کنید تا جایی که میتونید خوب باشید، تا جایی که میتونید. بسیار عالی. چون یه روزی مثل ما نخواهید بود. و شعر سعدی، بله، شعر خیلی شعر خوبیه، خیلی شعر خوبیه، به نظرم برای همه است و همه زمانها. من اولین باری که این شعر خوندم گفتم اینا اگه آدم ها حواسشون باشه چقدر جهان جای بهتری میشه. میگه به نوبتند ملوکن در این سرای سپنج، کنون که نوبت توست ای ملک به عدل بکوش. بسیار عالی. من بازم مو به تنم ببینیم باز میشه. آره خیلی شد، ولی مو به تن اون ملک سیخ بشه که نمیشه، متاسفانه فقط به تن ماهایی که نباید میشه، به تن خودشون خیلی نمیشه. امیدوارم روزی واقعا جهان به اینجا برسه. خیلی ممنونم از شما. من خیلی ممنونم، کیف کردیم به نظرم با خیلی حضور شما و البته با حضور تماشاچیانی که اینجا، امیدوارم کسایی هم که ما رو دیدن لذت برده باشن تا اینجای برنامه. بخش پایانی برنامه ما تقدیم تندیس برنامه پیشگوست، پیشکش به شما که در میان استیج ما تقدیمتون میکنیم. بفرمایید. دیگه لابو شده دیگه،
چیزی که شد شده دیگه، لابد شده دیگه، چیزی که شد شده دیگه، واسه آقای شلوغی تنهایی مد شده دیگه، بچه نمونم سر برم گاه و گداری، نه نمیشه منتظرت موت خیلی دور از انتظاری، تو نمیفهمی چی میگم، نشده غالت بذارن یا یه بمب ساعتی تو یا لکوپالت بذارن، نگو بند بوده دستت مگه من بسته نبودم، هی نگو که خسته بودی من مگه خسته نبودم، کی دووم آورده آخه مدت به این مدیدی، شاعران نیست اصلا زیر بارو فریدی، تو نمیفهمی چی میگم، تو اینا رو نچشیدی، دیگه لابد شده دیگه، چیزی که شد شده دیگه، دیگه لابد شده دیگه، چیزی که شد شده دیگه. خیلی خوب، خسته نباشین. خیلی ممنونم تا اینجای کار که به ما خیلی خوش گذشت کنار شما. من میخوام از شما خواهش کنم شما روی این صندلی بنشینید، قانونی رو که برای آینده جهان وضع کردید زیرش رو امضا کنید. ما در این کتاب تمام قوانینی که میهمانانمون برای آینده به نوبه خودشون وضع میکنن مینویسیم، زیرش رو امضا میکنن و ما این کتاب رو به یادگار نگه میداریم. بفرمایید. من کنار قانونم یه کلمه میتونم اضافه کنم؟ قلبی؟ بله. من میخواستم تو خوندن بگم. پس اضافه کنم. چقدر جالب، من شما چه بله اصلا با هم همخوانی داریم. واقعا میگم. در این شما بفرمایید من میخونم. آخه بعد شما نه 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 خواهش میکنم شما اضافه کنید. در این کتاب اینجوری نگاشته شده که هر آدم گناهکاری در صورت ابراز پشیمانی بخشیده شود. ولی ما این رو حتماً تصحیح میکنیم به این صورت که هر آدم گناهکاری در صورت ابراز پشیمانی قلبی بخشیده شود و آقای صحت زیر اون رو امضا میکنن. چه حس عجیبی آدمه یه قانون وضع کنه. آره آدم یه کمی خجالت میکشه. این هم فکر میکنم باز برای اونایی که وضع میکنن خیلی حس عجیبی نیست. خیلی ممنونم، متشکرم، سپاسگزارم، بسیار عالی. و اما بله
و اما پیشکش برنامه پیشگو گلدانیست که قسمت زیرین اون مزین به لوح پیشگوست، به تندیس پیشگو، و نهالی در اون کاشته شده و دلیل انتخاب این نهال از طرف عوامل پیشگو و گروه پیشگو اینه که این نهال نهال زیتونه و تا 2000 الی 3000 سال بعد زندگی میکنه. تنها چیزی که از بین ما در این سالن، از بین اشیا و انسانهایی که هستیم 2000 سال آینده رو میبینه، این نهال هست و شما میتونید از 6 ماه آینده این رو در هر باغچه‌ای در تهران بکارید و ازش نگهداری کنید. امیدوارم 700-800 سال دیگه با هم زیتوناشو بکنیم و شروع کنیم به خالی خالی بخورید. ما کیف کردیم کنار شما. من که همیشه کنار شما کیف میکنم، افتخاری بود برای من و در کارنامه کاری من ثبت میشه. این حس دقیقاً حس منه. خیلی خیلی متشکرم. خیلی 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 سهر. شما میتونید بفرمایید. خواهش میکنم. خیلی خوب. خیلی ممنونم که ما رو تحمل کردید. برنامه پیشگو به پایان رسید. به من کنار شما خیلی خوش گذشت. آرزوی ثابت من و همه عوامل پیشگو برای شما اینه که در کوتاه‌ترین زمان ممکن رویاهاتون تبدیل به خاطره هاتون بشه. به افتخار خودتون. مرسی.